الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين الخيرة المهذبين، سيما بقية الله في الأرضين. سيدنا ومولانا وإمام زماننا وولي أسرنا وصاحب أمرنا الحجة ابن الحسن العسكري، روحي له الفدا. سلام عليكم ورحمة الله. وقت بخير ارزکم لقل غیوه. عزیزان، ملت با شرافت کرد و کرمانج، سورانی و لکی و ایلامی و فعلی و کل اقوام کرد لهر در دنیا که هنه، لایران، لعراق، لترکیه، لسوریه، لقاره آفریقا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آسیای کهن و پهناور، زادگاه ملت با شرافت کرد. خودی عاقبت امر و خاندان و ایل و تبار و ختم و خیر که انشاءالله موفق و پیروز بن. لادامه سلسله مباحث و درس و بحث اصول اعتقادات، اصول دین، اصول عقاید و کلام اسلامی، مجه پنج اصل اعتقادی سه اصل بررسی کر، بیان کر: خداشناسی و توحید، نبوت و پیغمبری، عدالت و عدل الهی. به نام بیان کر گشتنی اصل چهارم سلسله درس و بحث و مباحثه امامت، ولایت و امام شناسی. الان لشرایط و لوازم و اقتضاعات امامت لبحث علم امامنی. آیات راجع و علم امام ما بیان که روایات ناجه وان روایات مرتبط و علم امام ما بیان کر. ادامه بحث لخدمت ونی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمایشت که لخطبه سی نهج البلاغه: ان محلی منها محل القطب من الروح. شونه من لارتباط و جایگاه من لارتباط و مسئله خلافت و امامت و ولایت و راهبری و رهبری و جانشینی بعد از پیغمبر، نالی وی در واقع کرده عزیز که اگر حسن دباوه و سن سال به بیروان گنم و دو گوران آردکن آسیاب سنگی ویراده گوتن، به اصطلاح احرمک لعورتبان هر دو گورانا هاو و چرخاندنه وی احرما با دو گورا لنقطه مخالف هاو حرکت دکرن لعورته دو گورا که دایره ای گرد و گنما آرده و جه
نقطه مرکزی وسط بیکبرا آرد جدا ده بود و به اصطلاح اهرمه وسط که آسیا به لحرکت تخص وند و کبرانا لحرکت تخص ویرا رها یا روها ده گوده. چه دخواز فرمایش بکه امیر المؤمنین؟ رویجه حرکت وند و کبرانا که دخواز آسیا به حرکت بکه مشروط و ویر روها یا رها در واقع با اهرمه وسط که در خوازه دو کبران حرکت بده نقشه من نالی بیه، یعنی خلقه و واسطه فیض بین زمین و آسمانه، واسطه فیض بین خلق هون بن و خودی که خالق به، در واقع عامل حرکت زندگی بر اساس دین خودی عزم نکسکدن، یعنی علم من قابل مقایسه و کسراتون نه. فرمایش شکرده گو پیغمبر هزار باب جه علم لمن تعلیم دا منتقل کرد و من جه هر بابک هزار باب وده و. یا پیغمبر فرمایش کرد انا مدینه العلم و علیون بابها، از شهر دانش و علمم علی جی دریه بی شهرایه جا غیر مسیر علی نکاین ورد وی دریا ببین. خب پس بنابراین ممکنه کسک بویجه خب اگر علی علیه السلام حاکاشونه قهوو ساچ مطالبه خلافت و امامت نکر، اگر علمی بی ها قوو کی دویشه مطالبه نکر؟ تاریخ بررسی کن، تاریخ تبری تماش کن، تاریخ یعقوبی تماش کن، تواریخ دن تماش کن، فرمایش خود امیرالمؤمنین تماش کن، حداقل نهج البلاغه تماش کن. خود نهج البلاغه خطبه 172 خطبه یعنی سخنرانی عمومی، سا چند نفر محدود نگوتیه، سا جمعیت گوتیه، گزارش داده لخلقه. روی فرمایش دکه انما طلب تو حقن لی، خلقو من مطالبه حق خال امر خلافت و ولایت و امامت گرن، لکن وانه که منفعت طلب بون لرده منافع خود، اگر یان نیلشتن بشریت امامت و خلافت علی ابن ابی طالب زودتر که مورد بهره برداری و استفاده قرار بده، وان تأخیر ها بیتن من اعلام آمادگی کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین حاج مجید مشت پیغمبر در مدینه اعلام وی مطلبا کرد که امامت و خلافت حق علی ابن ابی طالب و پیغمبر فرمایش کریه، ولی متاسفانه لشونه مثلا قبول بکن و اطاعت بکن گزارش حضرت زهرا یادگار پیغمبر و امام حسن و امام حسین سه نفر جه پنج تن و هفت راهات نمجیده اده که جسارت کرن، توهین کرن، هاتن دری ماله حضرت زهرا و حضرت علی در مال شو تاندن حمله لماله که ملائک لبی مالا احترام دادنین و مالا محبوب خادی بو اهل بی مالا مورد عنایت پروردگار بون، هاتن لبرا جسارت کرن، هاتن توهین کرن و شونه که بخوازن قبول بکرن. امیر المؤمنین فرمایش دکه دوی من اعلام کر و بیان کر، یا به عنوان مثال و مطلب آج امیر المومنین خطبه 74 نهج البلاغه حکا بیان دکه لقد علمتم انی حق الناس بها، نه تنها دویج ما مطالبه حق خاکر اعلام کر از اعلم جکلانم علم جکلان پرتره، بس علم امامت ده من اعلام کر و
وقتی دوی از جکلان محقتر بوم لامر خلافت و ولایت و امامت و جانشین پیغمبر یک جا شرایط و محقتر بوینا علم ده و کلان جی اعتراف کرن علم علی ابن ابی طالب کس ناگیوی دوی من اعلام کر که از جواندن محقترم نه علم من ابو بکر هیا نه علم علی عمر هیا نه علم علی عثمان هیا نه علم علی کسکن هیا علم علی که الان صحبت علم امامت بی نظیر ممتاز فوق العاده هست. سبحان الله حقیقت دشتک وای که اتفاق کردیه دشتک زنه گره الان هم جبران کنی بعد از 1400 سال الان حداقل و دقت لتاریخ تماش کنی الان چه فرق خواهیه ممکنه کسک بویجه الان که حضرت علی تو نه لاگر از بویجم علی به حقه چه درست دوه چه خراب دوه ببینین یک اعتراف لحق هر وقت اعتراف بکن روی ماهی هرچه هر وقت جا آوه بگرن تزه یا جلو ضرر هر وقت بگرن منفعت و اصل که اقلائیه و یک دو قوی سؤالا جوره که دن برس بکن اصرار ل خلافت واندن جا اصحاب لمقابل علی علیه السلام خاصیتی و چیه الان؟ و سؤالا لمقابل وی سؤاله خب وجور اکن جواب وی سؤاله بدمه هم الان جا علم امامت صحبت تکرنیه پس ساوی جا حتی جایی من نقل کرده خواستم فرق علم امامت و وانه که علم خاتون نرو بیویجم فرق خواهد بیشم الان بعد از 1400 چقدر سال تماش دکنی آثار علمی امیر المؤمنین الان موجب هدایت میه روایات امیر المؤمنین نهج البلاغه امیر المؤمنین دانه دانه اهل بیت که خب دنیا که وسیع کل ذخیره دنیا و آخرت میه و علمه هم الان کاینی نیجا علم علی ابن ابی طالب استفاده بکرنی ولی اگر وگرنی روان خلیفان دن و احترام لکل بران اهل سنت خاینگان اهل سنت دباوه اهل سنت هم کل جمع مسلمان نی ولی بحثه که علمیه ده اصول عقاید بیانده کرنی صحبت منوایه صحبت منوایه ام الان گای نینی جا علم حضرت علی استفاده بکنی ولی جوان خلیفان دن تشتک چندان شایسته استفاده ما تون نه هرچه هاویه یه وی زمانه ویه علمه کسا کل زمان قابل استفاده یه اسمته کسا کل زمان قابل استفاده یه ام الان گای نینی جا علم علی ابن ابی طالب استفاده کنیم مثلا مثال اگلی خنمه منشور زمامداری امیر المؤمنین نامه علی ابن ابی طالب سا مالک اشتر وقتی که مالک اعظام کر سا مصر به عنوان والی مسلمین حاکم مسلمین لمصر قوا دستور العمل زمامداری اسلامی منشور حکومت و حکومت داری الان که انهو الان سامه امیر المؤمنین صادر کریه حاکا تزیه حاکا دلنشینه حاکا ممتازه الان قابل استفاده یا مثال لیخن مثلا خطبه متقین لنهج البلاغه صفات متقین اگر هم بخوازنی تقوا و ایمان لجامعه اسلامی گسترش پیدا بکرد که الان بی خطبه شرا تفسیر بکرنی کانه او سا الان مگود دیه من مثلا یک جا کاره که گریه
یا رکم مثلا شرح خطبه متقینه، یا مثلا شرح و تفسیر صحیفه سجادیه امام سجاد. خو از وقت تماش رکم صحیفه سجادیه الان زنده یه، الان بشریت که این جویه استفاده بکه، ولی معاصرانه دینه که امام سجاد هو جوان چه مایه هم چرا که این جوان استفاده بکرنه؟ اصلا قابل مقایسه نه، قابل مقایسه نه. اهل بیت زنده نه، چون علمه وان زنده یه، چون آثار و برکات وان زنده یه. رهبره به اصطلاح هند، رهبر پاکستان، لقضیه استقلال جا استعمار انگلیس رویجن الگوی من سا آزادی خواهی حسین ابن علی و حسین ابن علی. امام حسین شهید بود ولی آزادی خواهیه و عدالت طلبیه و همیشه زنده حساب بشر را. پس بنابراین فرمایشات وی زنده هوا، فرمایشات وان، فرمایشات چهارده معصوم زنده یه. یعنی چه؟ نولی فرمایشات پیغمبر یعنی چه؟ یعنی وا علمه که منشأ وی علم خادیه و علم غیب و علم امامته و حیه و لدسمه و گاینینی استفاده بکنی، های توفیق بده آشنا ببینی و علوم اهل بیت بهره برداری بکنی، استفاده بکنی، موجبات عاقبت به خیری خواه و خاندان و ایل و تبار خواه فراهم بکنی انشاءالله. موفق و پیروز بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.